کارگران میگویند در کشاکش سوء مدیریت اقتصادی و تحریم سنگ زیرین آسیاب هستند. کسی به فکر آنها هست؟ سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. قشری پرتعداد در ایران که مثل هر جای دنیا موتور محرک اقتصادی به حساب می آید می گوید با پیکری نحیف در میان دو سنگ آسیاب در حال خرد شدن است. آنها سعی کردند در روز جهانی کارگر به این اعتراض کنند که از یک طرف هزینه بخش بزرگی از تحریم‌های سختگیرانه آمریکا را می دهند و از طرف دیگر تاوان مدیریتی نچندان کارآمد را. وضعیتی که اقتصاد ایران را در یکی از بحرانی‌ترین دوران‌های تاریخ معاصر خود قرار داده. اما ده ها نفر از آنها دستگیر شدند و احتمالاً شماری از آنها سر از زندان در می آورند، جایی که ماهاست کارگران معترضی مثل اسماعیل بخشی و فعالانی مثل سپیده قلیان را در خود جای داده. چرا با آنها حتی مجال اعتراض داده نمی شود؟ مطالبات کارگری چه مسیری پیموده و خواسته های آنها باز هم نادیده گرفته شود چه می شود؟ در این باره صحبت می کنیم با همکارم امید منتظری که اینجا در استودیوست. خوش آمد میگم به امید. در یک سال گذشته جنبش کارگری چه مسیری رو پیموده و در حقیقت چه تغییر مهم میکرده؟ جمال اگه مقایسه، مبنای مقایسمون رو بذاریم، خود تاریخ جنبش کارگری از یک طرف و از یک طرف دیگه طبقه کارگر رو به عنوان یک بازیگر عمده در تحولات سیاسی اخیر در نظر بگیریم، یک تفاوت معناداری اتفاق افتاده. در تاریخ جنبش کارگری اول ما دو تا برهه داشتیم که جنبش کارگری تونست نقش بسیار عمده‌ای بازی کنه. یکی در اواسط دهه 20 بود که تحت تأثیر تحولاتی که پس از انقلاب اکتبر در شوروی اتفاق افتاده بود و در عین حال در هماهنگی با حزب توده جامعه ایران میرفت، این جامعه مدنی میرفت که تشکل‌های مستقلی پیدا کنه، اصناف و گروه‌ها بتونن که در واقع در جامعه مدنی خودشون رو نشون بدن. تو اون دوره در واقع جنبش کارگری دوره اوج داشتش که در یکم می سال 1325 به روایت آقای آبراهامیان تو کتاب ایران بین دو انقلاب 300 هزار کارگر برای اون تجمع جمع شدند که گفته میشه حتی در تاریخ خاورمیانه بی‌نظیر بوده. اما برهه دیگه اوایل انقلاب بود، زمانی که در واقع یک قدم به پیش دوباره تونست بذاره جنبش کارگری در ایران و علاوه بر مسئله در واقع سازماندهی تونست اعتصابای گسترده‌ای رو سازماندهی کنه، در کنار اون تونستش که در برخی جاها مدیریت شورایی به وجود بیاره. الان به نظر میرسه که یک تفاوت معنیداری اتفاق افتاده در چند سال گذشته و به خصوص در یک سال و نیم گذشته بعد از دیماه 96 و یک عرصه جدیدی باز شده و تجربیات تازه‌ای داده میکنه جنبش کارگری. از یک طرف مناسبات جدیدی به وجود اومده به نسبت دوره‌های قبلی در تاریخ جنبش کارگری. ایران وارد در واقع معادلات بزرگ بازار آزاد جهانی شده، وارد معادلات سرمایه‌داری شده، برای همین خصوصی سازی مسئله عمده‌ای که کارگرها باهاش مواجه شدن، تجربه خیلی موفقی نبوده در ایران به روایت خود مقامات دولتی و این باعث شده که این در واقع مناسبات جدید از یک طرف یه تجربه جدید باشه. از طرف دیگه اون تعریفی که از طبقه کارگر داده میشد امروز خیلی از اقتصاددانان اینو یه گسترده تر میگیرن، دیگه فقط کارگر صنعتی داخل کارخونه رو طبقه کارگر و در واقع به عنوان اون متن جنبش کارگری در نظر نمیگیرن، بلکه امروز ما میبینیم که مثلا معلم‌ها که تا پیش از این به عنوان طبقه متوسط خودشون رو تعریف میکردن و تعریف میشدن، الان خودشون رو همداستان و همسرنوشت کارگران میدونن. از این جهت تغییرهای خیلی عمده ای اتفاق افتاده که نمودهای هم در سال گذشته داشته. بعد از انقلاب اکتبر روسیه که زمین ساز ایجاد شوروی سابق شد، اشاره کردی که حرکت‌های چپ خیلی داعیه دار حقوق کارگران بودند و تقاضاهای اونها رو به متن سیاست کشوندند.
در ایران آیا بعد از انقلاب جریان‌های سیاسی به گونه‌ای بودند که دایه‌دار حق کارگرها باشند و خواسته های اونها رو مثلا ببرن در مجلس، مثلا ببرن در کابینه، مثلا در سطوح دیگه مطرح کنند؟ بقیه از اون دوره‌ای که در واقع در دوره اواسط دهه 20 که در هماهنگی با حزب توده بود و دوره بعد که در اوایل انقلاب بود که باز در هماهنگی با یه سری از گروه‌های چپ بود، مثل سازمان فدایان خلق، مثل پیکار، مثل راه کارگر و در عین حال حتی گروه‌های اسلامی، اونها هم نفوذ داشتن در برخی از حوزه‌های کارگری. الان شرایطی به وجود اومده که در این شرایط جدید این خود کارگران که دارن در واقع به عنوان بازیگر اصلی شرایط ظاهر میشن. در واقع دو تا دلیل هم داره. یه دلیلش اینه که اصولاً اپوزیسیون داخل مخصوصا در گفتار سیاسی که بعد از سال 76 بیشتر توسط اصلاح طلب‌ها شکل گرفت، این طبقه متوسط بود که تحسین میشد. توجه خاصی به طبقه کارگر در گفتارهای سیاسی نبود و از این جهت در واقع اونها اساساً جزء معادلات سیاسی گروه‌های سیاسی به حساب نمی اومدن. از طرف دیگه مسئله این بود که وقتی که بعد از دی ماه سال 96 این سوال مطرح شد که چه کسی نمایندگی میکنه این شورش ها و این حرکات رو و چه کسانی در واقع اینو ادامه خواهند داد، این سوال باز مونده بود. گروه های داخل نپذیرفتن، نمایندگی نکردن، حمایت هم نکردن. در نهایت به نظر میرسه که اون سوالی که اون موقع باز مونده بود که چه کسی اینا رو نمایندگی میکنه، به نظر میرسه که اون اعتراضات داره کانالیزه میشه توی این تظاهرات ها و اعتراضات مستمر و پرشمار کارگری. اگه این اعتراض ها رو یک مقداری از هم دیگه جدا بکنیم، اگر خواسته ها رو از هم دیگه جدا بکنیم، حاکمیت حرفش اینه که خیلی وقتا وقتی حرف از اعتراض ها میزنیم، حرف از مطالبات میزنیم، مال یک قشر بسیار کوچکی هست که اینها هم به گفته اونها تحت تأثیر رسانه های بیگانه قرار گرفتن. این اعتراض های کارگری چقدر سرتاسریه و چقدر میشه گفت که از تمام کشور نمایندگی میکنه؟ این دوتا جواب داده این سوال. یک جوابش اینه که اگه ما مسئله رو در سطح خود مشکلات کارگران نگه داریم، یکیش اینه که به دلیل تحریم‌ها، به دلیل شرایط اقتصادی کارخونه‌ها مشکل واردات مواد اولیه دارن، به همین دلیل اون سرمایه دار، اون کارخونه دار نمیتونه پرداخت کنه پول کارگراشو، برای همین یا تغییر کاربری میدن یا مواد اول یا خطوط تولیدشون رو میخوابونن یا تولید رو پایین میارن یا اصولا اصلا یه سری از وسایل کارخونه رو میفروشن. اصلا خیلی از جاها کارخونه رو فروختن، زمینش رو تبدیل کردن مثلا به شهرک یا تبدیل کردن به یک واحد اقتصادی کاملا متفاوت. دقیقاً. و این باعث اعتراضات کارگری میشه و خب این یه چیز فراگیره. برای همینه که ما میبینیم که این اعتراضات تو استانهای مختلف کشور از پراکندگی داره. از یک طرف دیگه این مسئله گسترده‌تر از کارگران میشه، به خاطر اینکه امروز در واقع اون چیزی که اقتصاددانای داخل کشور دائما روش دست میزنن اینه که آروم آروم اون قانون کار سال 69 داره نقض میشه. آدمای زیادی از شمول قانون کار دارن میان بیرون. بس در مورد خود کارگران اینه که حتی همین حداقل دستمزد که کلی براش جنگیده شد، مشکل اصلی براش اینه که این شامل مثلا کارگرای مهاجر نمیشه، شامل کارگرای مناطق آزاد نمیشه، شامل کارگرایی که قرارداد موقت دادن نمیشه و این کارگرای قرارداد موقت بخش عمده ای از کارگران رو تشکیل میدن این روزها. خب حالا اعتراض های کارگری رو چقدر میشه جدا تصور کرد از مثلا حرکت ها و اعتراض های مدنی دیگه، چیزایی که نمودش مثلا در اعتراض های دی ماه سال گذشته بود یا بعد از اون هم هر از گاه این طرف اون طرف ما دیدیم؟ خب این در واقع مسئله این بودش که اگه اینها این اعتراضات در سطح اعتراضای صنفی باقی میموندش، بله این یه چیزی بودش که میشد گفتش که صرفا در سطح مشکلات در واقع صرفا طبقه کارگره. ما میبینیم که این مسئله گسترده تره. در همین یک می امسال دانشجوها حمایت کردن از تظاهرات جلوی مجلس، معلم ها حمایت کردن
دلیل هم داره هر کدومشون. دانشجو میگن که ما فارغ التحصیل میشیم، طرح کارورزی که دولت گذاشته، طرح کارورزی چیه؟ طرحی که بر اساس اون دولت به خاطر اینکه در واقع نگه به این کارآموزی و این در شمول قانون کار قرار نگیره اسمشو گذاشت طرح کارورزی. خب این پیوند میزنه، یه پیوند عینی میزنه، جدا از این که اعتراضات متفاوتی وجود داره و به نظر میرسه که در این اعتراضات کارگری همبستگی اجتماعی بیشتری به وجود اومده و معلم ها، بازنشسته ها که اونا هم دارن تشکل های خودشون رو میسازن، هفته گذشته اعلام کردن که تشکل جدید به وجود میارن، دانشجوها و کارگرها رو در کنار هم قرار داده. این باعث شده که در واقع این مقیاس اعتراضات و جغرافیاش گسترده تر بشه. و خیلی خیلی کوتاه، البته بسیار کوتاه، میتونه به معنای این باشه که این حرکت ها در کنار حرکت های دیگه پتانسیل این رو داره که تبدیل بشه به یک حرکت مدنی فراگیر با خواسته های مثلا رادیکال تر. کوتاه لطفا. این در واقع خیلی سوال سختیه، به خاطر اینکه نمیشه واقعا یه پیش بینی دقیق کرد که آینده این اعتراضات چی میشه. اون چیزی که روشنه اینه که تا اونجایی که علل حساب پیوند خورده اعتراضات گروه های مختلف به هم، تا اینجای کار در همین چند روز اخیر که امروز در واقع تحسن معلم ها بود، دیروز اعتراض کارگرا بود، همینجوری اگه ادامه پیدا کنه بر اساس پیش بینی خود مقامات امنیتی و مقامات ارشد دولتی، این میتونه تبدیل بشه به اعتراضات گسترده اجتماعی. اما اینکه اینو پیشاپیش ما فرض بگیریم هم میتونه اشتباه باشه. خیلی معتقدن که این در واقع اعتراضات کارگری به دلیل پاسخهایی که دولت داده میده، یعنی یکی فضای امنیتی که به وجود اومده، بازداشت شمار زیادی از فعالای کارگری بی سابقه بود، این همه فعال کارگری یک جا دستگیر بشن، این میتونه بره زیر این فشار دولت، مخصوصا اینکه در واقع فشارهای اقتصادی گسترده تر شده، در این حال مشکلات خارجی ایران بیشتر شده و این میتونه در واقع زیر اینها دفن بشه، مگر اینکه در واقع این اتفاقی که جدید افتاده و تشکل‌های مستقل کارگری تونستن که خودی نشون بدن، تجمع‌های مستقل بذارن، این بتونن در واقع همین راه رو ادامه بدن و در واقع کنترل مسیر رو داشته باشن. بخشی از گفتگوی بعدی ما اتفاقا درباره همین تشکل‌های مستقل کارگری هست و اینکه اصلا تشکل‌های کارگری به چه سمت و سوی میره. ممنونم از همکارم امید منتظری اینجا در استودیو با ما. اینکه سرنوشت کارگران و مطالبات آنها در شرایط فعلی اقتصادی چه خواهد شد و آیا صدای آنها به گوش کسی خواهد رسید یا نه رو با سه مهمان برنامه به بحث میگذاریم. عبدالرضا احمدی، کارشناس مالی و مدیر مرکز ترویج جامعه باز و پروژه فسادبان از فرانکفورت با ما، و اینجا در استودیو آقایان ایوب رحمانی، عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران، و فرهاد گوهردانی، پژوهشگر اقتصاد و توسعه. خوش آمد میگم به همه مهمانان برنامه. آقای رحمانی، اول سوال رو از شما میپرسم، از نظر شما وضعیت کارگران در یک سال گذشته چه تغییری کرده از اردیبهشت تا اردیبهشت؟ بدتر شده. از چند جنبه میتونم بگم بدتر شده. یکی از مشکلاتی که کارگران مواجه بودن، البته چند سالی هستش که باش مواجه بودن و این به اصطلاح بدتر شده، مسئله حقوقای معوقه است. یعنی کارگرا رفتن طبق قراردادشون کار کردن، گاهن چند ماه، بعضی وقت 6 ماه و حتی بیشتر به اصطلاح حقوقشون پرداخت نشده. و یکی از دلایل به اصطلاح اعتراضای کارگری هم در سال گذشته، شما اگه بررسی کنید، اصلی ترین دلیلی که به اصطلاح ما مواجه بودیم با اعتراضای کارگری همون عدم پرداخت حقوقها بود. مسئله دیگه، بازم از اردیبهشت تا اردیبهشت به اصطلاح نگاه بکنیم، مسئله خود سطح دستمزد هاست. یعنی سطح دستمزد در ایران کفاف یه زندگی آبرومندانه برای خانواده کارگری رو نمیده و این سخن من نیست. یعنی شما شورای عالی به اصطلاح کار که هر ساله تعیین میکنه حداقل دستمزد، امسال اون گروه به اصطلاح کارگریشون خودشون اعلام کردن که سبد معیشت خانواده شهری چیزی در حدود 3,700,000 تومان، اگر اشتباه نکنم در همین حدود. ولی خب دستمزدی که تعیین کرده بودن برای در واقع سال گذشته، یک حداقل دستمزد 1,115,000 در همین حدود بود. اینا خب چندین برابر به اصطلاح پایین فقره.
مسئله دیگه‌ای که ما با کارگرها باهاش مواجه بودن و به همون دلیل دست به اعتراضات و اعتصابات زدن، مسئله عدم امنیت شغلیه. یعنی از سال 1972 به بعد که اون سیاست تعدیل اقتصادی رو پیاده کردن، اون امنیت شغلی که کارگران ازش برخوردار بودن قبل از انقلاب و در اوایل و حتی اوایل به دهه اول انقلاب، اونو از دست دادن. یعنی ما الان مواجه هستیم که 90% از کارگران ایران با قرارداد موقت کار میکنن، حالا از سفید امضا گرفته تا موارد دیگر. به نظر میاد که فهرست خیلی بلنده از نظر شما، ولی خیلی کوتاه، خیلی مختصر. دولت میگه که ما افزایش حقوق کارمندان کارگران رو به سطحی بالا بردیم که در گذشته کمتر سابقه داشته. نه اینطوری نیست. یعنی شما اگر سطح دستمزد رو میتونیم از اول انقلاب شروع کنیم تا حالا، یعنی فقط چند سال بوده که به اصطلاح نرخ دستمزدها بیش از بالای تورمی که بانک مرکزی اعلام کرده بالا رفته. یعنی شما سطح زندگی کارگر رو در نظر بگیری، درست، بهتر نشده. بله، وضع تورم خیلی بده. شکاف طبقاتی در ایران به شدت افزایش پیدا کرده. درسته. اعتراضات کارگران نشکر هفت‌تپه، فولاد اهواز، اعتصاب کامیوندارها. آقای گوهردانی، از نظر شما چرا امسال اعتراض‌ها به شکلی شد که از بسیاری از نگاه‌ها صداشون بسیار بلندتر بوده در مقایسه با قبل؟ بر این مسئله بازگشت تحریم‌ها به نظر من یه عامل عمده بوده که ایشون یه پدیده پیش‌بینی ناپذیر بوده در اقتصاد ایران و دولت روحانی انتظار داشت که از فواید توافق هسته‌ای و برجام بهره‌مند بشه و در اصل یه پدیده شبیه اقتصاد بعد از جنگ گشایش ایجاد بشه و وضعیت کارگرا و بقیه اقشار جامعه بهبود پیدا کنه. ولی این شوک ناگهانی که به اقتصاد ایران وارد شد در کل اقتصاد توزیع شد که از طریق افزایش نرخ ارز و غیره به کل اقتصاد تزریق شد و یه وضعیت رکود تورمی رو در ایران ایجاد کرد و به همراه اون آزادسازی های اقتصادی که شده و خصوصی سازی هایی که شده بود و بعد بحث های اینکه تعدیل نیروی کار اخراج و این قضایای دیگه، فشار اقتصادی به کارگران طاقت فرسا شد و این باعث این واکنش ها که ما می‌بینیم. یعنی شما می‌فرمایید که این نابسامانی هایی اگر ما می‌بینیم بیشتر برمیگرده به مسئله تحریم تا چیزی دیگه؟ من فکر می‌کنم که وضعیت اقتصاد ایران در 200 سال اخیر، من اینجوری فکر می‌کنم، یه اقتصاد برزخیه. یعنی ما نه به سمت یه اقتصاد نرمال و اقتصاد پیشرفته حرکت می‌کنیم، نه به سمت اقتصاد عقب مونده و کاملا مثل کشورهای آفریقایی یا کشورهایی که در سطح بسیار پایینی از توسعه هستند. بنابراین یه حالت بینابینی، در یه وضعیت بینابینی هستیم و این یک جلوه تازه و مشخصی هست از اون وضعیت بینابینی که ما درش هستیم و نه به سمت اقتصاد آزاد حرکت میکنیم نه به سمت اقتصاد دولتی و بین اینها دائما زیگزاگ میزنیم. مثلا الان دوباره کارگران بعد از این تعدیل‌های که صورت گرفته و اخراج هایی که صورت گرفته دوباره کارگران تازه کردن که این آزمون و خطایی که هست، این رفت و برگشتی که وجود داره، این سرگردانی بین اقتصاد دولتی و خصوصی رو من میفهمم. منتها سوال من اینه که الان شما ریشه اصلی مشکلات کارگری رو در تحریم میبینید؟ ریشه اصلی مشکلات کارگری به نظر من در اینه که ما یه تفکر پایدار توسعه در ایران شکل نگرفته، بینش اقتصادی پایدار ما در ایران نداریم. مثلا در مورد حقوق کارگر و کارفرما ما در ظرف 50 سال اخیر بحث بوده، ولی تحریم پدیده جدیدیه. تحریم ماشه این مشکلات هست، یعنی جرقه مشکلات هست که تشدید کرده بحرانی رو که در جامعه ایران ما داشتیم، یعنی بروز و ظهورش رو تسریع کرده. وگرنه ما همچنان پدیده، چون ما مسئله بحران 4 بحران مواجهیم. ما با بحران مشروعیت مواجهیم، بحران توسعه، بحران رشد و بحران معیشت. الان بحران معیشت محصول این 3 بحران دیگه است. در همتنیدگی این بحران ها در هر مقطعی به شکلی ظهور پیدا میکنه. مثلا در آخر زمان شاه بعد از اینکه افزایش قیمت های نفت شده بود، اون تورم شدیدی که جامعه ایران باعث شد یکی از دلایل انقلاب بود. خب صحیح. پس در یک مقطعی به صورت فشارهای تورمی در میاد، در یک مقطعی به صورت فشارهای رکودی، در یک مقطع دیگه امروز هم به صورت رکود تورمی. خیلی خوب، حرف از خصوصی سازی هم به میان آمد.
آقای احمدی، بسیاری میگفتن که یکی از علاجهای درد اقتصاد ایران خصوصی سازیه، ولی وقتی ما به یک سال اخیر نگاه میکنیم خیلی وقتها کارگران به همین خصوصی سازی اعتراض داشتن. مثلا کارگران فولاد اهواز میگفتن که همون بهتر که بخش دولتی بیاد کار رو در دست بگیره. چرا باید این طور باشه؟ بله ممنونم. ببینید، برای اینکه اول یک فهم درستی از مسئله کارگر در ایران پیدا کنیم، بهتره که این تایملاین در واقع سندیکاها رو مرور کنیم. از زمانی که رضا شاه به واسطه یعنی ایران رو وارد دنیای صنعتی کرد، چون ما پیش از اون کارگاه با این فهم مدرنش که 10 تا کارگر یا بیشتر داشته باشه وجود نداشت. از اون دوران در واقع سندیکاها فعالیت کردن، حقوق رو مطالبه کردن، مثل یک روز تعطیلی، مثل کاهش ساعت کار، افزایش دستمزد، طوری که مثلا بین سالهای 50 تا 56 در برخی گروه های کارگری ما تا 90% رشد دستمزد داشتیم. این در حالی بود که نرخ تورم بین 6 تا 7% بود. اما این پدیده و این روندی که سندیکا خیلی آزاد کار میکردن بعد از انقلاب کاملا تغییر کرد و در یک مسیر دولتی قرار گرفت، به طور که مثلا خانه کارگر یک چتری شد بر سندیکا و این نهاد که باید مطالبه کارگری رو در واقع دنبال کنه رفت به سمت مطالباتی که طرف کارفرمایان دولتی هستن، مثل ایران خودرو و جاهای دیگه. در یک دوره هم به واسطه دوران در واقع آیه هاشمی رفسنجانی بود که سپاه رو و در واقع انحصار طلبی اقتصادی شروع شد در اقتصاد ایران. در دوره احمدی نژاد هم در واقع واردات بی‌رویه باعث شد که زیرساخت‌های تولیدی که در دوره پیش از انقلاب در واقع زمینش آماده شده بود تماماً فرو بریزه و امروز بحرانی رو می‌بینید به نام بحران کارگری که امنیت شغلی در واقع یک بخشیشه. کارگری که خانواده‌اش رو وقتی که ببینید به قول خود آمارهای رسمی 70% امروز زیر خط فقر، میتونیم بعد تفکیک جنسیتی، تبعیض و بسیاری بحران‌های اجتماعی رو در واقع زمینه ساز اون ببینیم. اما سوالی که شما پرسیدید که در واقع چرا کارگران، چون من خصوصی سازی نمی‌بینم لااقل در این دو سه دهه در ایران، این همه خودشولتی است. اما بالاخره اینطور بوده که گویا شرکت‌های بزرگی، گویا واحدهای اقتصادی بزرگی از دولت گرفته شدن و به افراد داده شدن. حالا کم و کیفش درش خیلی خیلی حرفه، ولی سوال من این بود که این خصوصی سازی با این کم و کیفی که صورت گرفته چرا یکی از دلایل اعتراض هاست الان؟ بله عرض میکنم خدمتتون. ببینید، خصوصی سازی به این معنی است که محیط اقتصادی آماده بشه برای حضور کارفرمایان. به طور مثال شما کارخونه های مثل ایران ناسیونال، مثل ارج رو ببینید که در دوران پیش از انقلاب شکل گرفته و چطور کارگران در اون شرایط خیلی راضی بودن، خوب درآمد داشتن، مسافرت میکردن. اما در بعد از انقلاب این روند کاملا متوقف شده. آدم ها و نهادهایی اومدن در قالب خصوصی سازی شرکت ها رو خریدن به جایی که پایه‌ریزی کنن برای تولید، برای افزایش تکنولوژی، برای آموزش کارگران، اومدن این شرکت ها رو کوچیک کردن، وام های کلان گرفتن، اون رو بردن در بخش واردات. در چنین شرایطی بود که کارگران فکر میکردن که اگر بستر همون جور بستر دولتی باشه لااقل زمینه در واقع اون حداقل ها برآورده میشه، که به نظر من اگر در همون شرایط هم اون چیز تغییر نمیکرد. به طور مثال امروز نگاه کنید، میان حداقل دستمزد در ایران چیزی حدود $100 در مقایسه با ترکیه که چیزی در حدود $500. در ایران رقم‌های تورم بین 40 تا 50% و همونطور که عرض کردم بخش بزرگی از جامعه کارگری زیر خط فقر و این واقعا یک زنگ خطری است برای جامعه ایران. زنگ خطر. شما از سندیکاها هم حرفی به میون آوردید آقای رحمانی. در ایران گفته میشه که سندیکاها یا اتحادیه‌های مستقل خیلی مجال فعالیت ندارند، ولی آیا میشه نوعی از شبکه سازی رو دید؟ آیا میشه گفت که الان
فعالیت‌هایی داره صورت می‌گیره که دست کم به شکلی غیررسمی نهادهای مستقل سعی کنند که از حقوق کارگران دفاع بکنند؟ بله، قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم، به نظرم لازم نکته‌ای که آقای محمدی گفتن بهش اشاره کردن من به اون پاسخ بدم، در رابطه با سندیکاها، یعنی تاریخچه سندیکا. ایشون گفتن در زمان رضاشاه و همچنین در زمان بسیار قبل از انقلاب محمد رضاشاه سندیکاهای بسیار کارگری داشتیم و اینا به صورت آزادانه فعال میکردن، که این با واقعیت ها در واقع اصلا جور در نمیاد، در واقع در تضاد با واقعیت هست. یعنی ما در سه دوره در تاریخ 100 ساله بسیار مدرن ایران سه دوره با مواجه بودیم با تشکلات مستقل کارگری که آزادانه فعالیت میکردن. یک دوره بود که از انقلاب مشروطه از 1285 تا 1300 که بسا کودتای 1299 که کودتای رضا شاه بود، اون دوره برای نخستین بار تشکلات کارگری به صورت مستقل، از جمله نخستین تشکل کارگری که کارگران چاپ بودن تشکل خودشون ایجاد کردن و سندیکای کارگری داشتیم. رضا شاه اتفاقا بس، یعنی در حکومت رضا شاه سندیکای کارگری اصلا ممنوع شدن، یعنی اجازه فعالیت نداشتن. بعد برمیگردیم دوره دوم که از سال 1320 تا 32 تا کودتای 32 دوباره ما مواجهیم، یه فضای باز سیاسی به وجود میاد، دوباره ما مواجهیم با تشکلات مستقل کارگری و سندیکاها. دوره سوم میخوره به انقلاب ایران 57 تا 60 که بالاخره باز ما شوراهای کارگری و سندیکاهای کارگری رو داشتیم. یعنی این تاریخچه رو در نظر بگیریم، در هم در رژیم رضا شاه و هم در رژیم محمد رضا شاه در واقع با سرکوب سندیکاهای مستقل کارگری روبرو بودیم. اون سندیکاهایی که بود به اصطلاح سندیکای زرد و سندیکای دولتی بودن و ساواک نظارت داشت به کار سندیکاها و فعالین کارگری دستگیر میشدن، شکنجه میشدن. خیلی خوب، قبل از اینکه به بحث سندیکاها در امروز یا اتحادیه کارگری بپردازیم، می‌ذارید که از آقای احمدی بپرسم که پاسخی دارید به این نقدی که آقای رحمانی اشاره کردن به گفتار شما. رحمانی، بله، من متوجه این سیر تاریخی گفتن هستم، ولی خب دلیل در واقع سرکوب، من منظورم از سندیکا یک نهادی است که مطالبات کارگری رو بره دنبالش، این هیچ وقت ممنوعیت نبوده. اون سندیکایی که مطالبات نمیدونم روسیه یا در واقع یک خطای سیاسی رو درش دیده، اون چیزی بوده که بله در دورهای از تاریخی باش برخورد شده. اما تشکل‌های کارگری همسو با حزب توده هست در اون زمان. بله، هست. بسیار. اما واقعیت اینه که واقعیت اقتصادی اینه که من عرض کردم این آمارها موجوده. اگر خط در واقع رشد نرخ دستمزد رو ببینید بین سالهای 50 تا 56، نرخ تورم رو ببینید، می‌بینید و مسائلی مثل همین در واقع تعطیلی، یک روز تعطیلی، کاهش ساعت کاری، می‌بینید در راستای رفاه کارگری. خب شما یک نوع پیشرفت رو دیدید و به نظر میاد که هر کدوم از آقایون هم از یک زاویه دارن به موضوع نگاه میکنن. خب آقای رحمانی، الان چه؟ آنچه که ما میبینیم آیا میشه گفت که نوعی تلاش هست برای این که محدودیت ها دور زده بشه؟ دقیقاً، یعنی برگردیم اتفاقا به نظرم از سال 1383 ما مواجه بودیم با برآمد جدید جنبش کارگری در ایران. یعنی ما اعتراضات تو کردستان، اعتراض کارگران تو کردستان داشتیم در جشن گرفتن اول ماه مه، بعدش سال 84 سندیکای کارگران واحد به وجود اومد، سه سال بعدش سندیکای کارگران هفت‌تپه داشتیم. متو اینا مواجه بودن با سرکوب‌های خشن دولتی، یعنی در رابطه با سندیکای واحد اگر اشتباه نکنم سال 1385 وقتی اینا دست به اعتصاب زدن، در سحرگاه روز اعتصاب قبل از اینکه اعتصاب شروع بشه حمله کردن به خانواده، به خانه های کارگران، به منازل این کارگران و بیش از 150 نفرشون دستگیر کردن و سرکوب کردن. بسه. این سندیکا و همچنین سندیکای نیشکر هفت‌تپه نتونستن اون به ساخت سوز ساخت طبیعی خودشون داشته باشن، یعنی بتونن مجمع عمومی سالانه برگزار کنن، هیئت مدیره جدیدی انتخاب کنن و آزادانه فعالیت کنن. یعنی شما در این همین 10 سال اخیر رو در نظر بگیریم، هیچ سالی نبوده که تعدادی از فعالین کارگری در زندان نباشن و اینا بخش زیادیشون از اعضای هیئت مدیره سندیکا بودن. ولی فقط یک جمله بگم تموم کنم، ولی ما این تلاش ها رو میبینیم، یعنی اینا به صورت دو فاکتو پارادوکسیکال به قول معروف هستن، یعنی هم سندیکای واحد به هر حال علاوه بر این سرکوبا داره به اصطلاح فعالیت میکنه، هم به نوعی سندیکای هفت‌تپه. و بخصوص نباید فراموش کنیم مسئله کانون های صنفی معلمان رو که علاوه بر همه سرکوبا اینا
تونستن فعالیت کنن، از جمله در امروزی که ما داریم صحبت میکنیم آخر تجمع برگزار کرد. همه اینهایی که آقای رحمانی شما اشاره کردید و آقای احمدی اشاره کردند یک دوره تاریخی رو نشون میده که در دوره‌های دست کم حرف از تحریم توش نبوده، ولی آقای گوهردانی مثلا آقای قلیان وقتی که خانم قلیان یا آقای بخشی وقتی که حرف از اعتراض زدن ما کمتر شنیدیم که اینها یا کارگران هفت‌تپه یا فولاد یا بعضی از کارگرانی که در واحدهای اقتصادی دیگه اعتراض کردن کمتر شنیدیم که نگاهشون یا اعتراض اصلیشون به تحریم بوده باشه. مثلا شما در همین بحثی که الان در بحث تشکل‌ها و سندیکاهای تاریخ سندیکا در ایران مطرح شد شما همین شکاف رو می‌بینید، حتی در تظاهرات و در بحث دیروز هم دیدید که در خود بین کارگرها شکاف وجود داشت، یعنی یه عده‌ای تو خانه کارگر بودن و یه عده‌ای تشکل‌های مستقل بودن. بنابراین همیشه این در این بحثی که اینجا بین آقای رحمانی و احمدی هم وجود داشت شما دیدید که ایشون طرفدار مدل اقتصاد بازار و اقتصاد آزاد هستن، آقای رحمانی بیشتر متمایل به اقتصاد که حمایت‌های دولتی یا سوسیالیستی هم باشه در کنارش. بنابراین و در کنار این هم اقتصاد اسلامی رو ما داریم. بنابراین جنگ بین این سه نوع اقتصاد، یعنی اقتصاد اسلامی، اقتصاد سوسیالیستی و اقتصاد لیبرال در بین خود کارگران هست که باعث تفکیک و شکاف بین کارگران. حرف من اینه که اتفاقا حاکمیت هم میگه اگر کارگر وضعیتش بده، اگر معلم وضعیتش اینطوریه، اگر فلان واحد صنفی کار نمیکنه به خاطر تحریم‌های خارجی است، هر چه فریاد دارید به قول اونها بر سر آمریکا بکشید. نه. این درسته؟ این به یک معنا درسته، به اینکه شما اقتصاد ایران یه شعاری هست که شعار کاملا درستی که حاکمیت هم مطرح میکنه که ما باید اقتصاد درونزا و برونگرا داشته باشیم. خب مشکل ایران اینه که هم در درونزا بودنش مشکل داشته، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، و هم در برونگرا بودنش، و اینکه ما یه تفکر واحد و همگرا در مورد رابطه با غرب و شرق نداریم. یعنی 200 سال گذشته شما نگاه کنید، اینی که میفرمایید ما نداریم یعنی کی؟ ما یعنی انسان ایرانی، ایرانی ها با تمام لایه ها با هم دیگه در حال جنگ و درگیری همسه، همچنان که دو گروه کارگری، یعنی شما کارگرا رو نمی‌بینید حول تشکل واحد جمع بشن، یه دیگران رو متهم می‌کنن به اینکه شما دولتی هستی، فرمایشی هستی، اونا هم متهم می‌کنن که شما ضد انقلاب هستی، با اینکه اینا مدل‌هاشون، مدل‌های توسعه‌شون و مدل‌های حاکمیت سیاسی‌شون، مشروعیتشون با هم دیگه متفاوته. یکی اقتصاد لیبرال می‌خواد، یکی اقتصاد متمایل سوسیالیستی می‌خواد، سوسیال دموکرات می‌خواد، یکی اقتصاد اسلامی می‌خواد، و هر کدوم از اینا با هم دیگه یا تعارضن و آشتی بین اینها امکان پذیر نیست. مثلا در اقتصاد اسلامی شما بحث نرخ بهره رو دارید. اشاره کردید به دیدگاه آقای رحمانی، شما چقدر این دیدگاه رو قبول دارید؟ فکر میکنید که واقعا چنین عدم تجانسی هست که علت العلل مشکلات اقتصادی ایران از جمله مشکلات کارگریه؟ بله ببینید، اولا من سر در نمیارم از این واژه اقتصاد اسلامی، اصلا چیزی بی معنیه به نظر من، چیزی به نام اقتصاد اسلامی نداریم. اون چیزی که در اقتصاد ایران اقتصاد داریم به اصطلاح اقتصاد سرمایه‌داری در ایرانه. این یک. دومین موردی که ایشون اشاره کردن در رابطه با گویا تشکلات متفاوت کارگری داریم و اینا به اصطلاح هر کدوم به یک گرایش‌هایی به اصطلاح نظر دارن، اینا اون اشارهشون به مثلا به فصل به خانه کارگر اشاره کنم، به خانه کارگر یا به شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی یا تشکل نماینده کارگر. ببینید در قانون کار ایران عملا موانع قانونی هست برای اینکه تشکل مستقل کارگری توسط خود کارگرا به صورت دموکراتیک به وجود بیاد. یعنی همین سه تا تشکیلاتی که من اشاره کردم در قانون کار فقط اجازه میده که همین سه تا، یعنی شورای اسلامی کار، انجمنهای صنفی و نماینده کارگران تشکیل بشه، و اینا تماما، یعنی شما از دهه 60 بگیر تا حالا که اینا به وجود اومدن، اینا وابسته به دولتن، رفت به خاطر همینم نفوذ در بین کارگران ندارن، به خاطر همینم هم کارگرا خواستن تشکل مستقل خودشون رو به وجود بیارن. یعنی اینا رو ما میبینیم که به اصطلاح این همه فعالیت ها، دستگیری ها، به اصطلاح زندان شدن به خاطر فقط تفاوت ایدئولوژیک نیست، مواجه هستیم با تشکلی که به اصطلاح از طرف دولت حمایت میشه، وابسته به دولت، فعالیت میکنه، بودجه میگیره از طرف دولت، و یعنی شما میگه کارگران که سرکوب میشن برای اینکه تشکل موجود دارن. کارم الان همینطوری هست. بله؟
خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار و تشکل‌های رسمی فعلی را هم فکر می‌کنید به همین شکل؟ بله، اینا تشکلات وابسته دولتی هست. خود این چارچوب قانونی که الان اشاره کردن که این سه نوع تشکل‌ها بیشتر امکان پذیر نیست در جمهوری اسلامی، خود این محصول در جمهوری اسلامی گفتم در قانون کار، در قانون کار، یعنی از قانونی قانون کار 1369 69 تصویب شده و از 72 هم یه اصلاحات در این صورت گرفته و این 50 سال اختلافات سر قانون کار وجود داشته در ایران. این اختلافی که اونجا وجود داره، این محدودیت هایی که وجود داره، بخاطر این که تشکل های مستقل همه میخوان به یک معنا سیاسی بشن، همینجور که آقای احمدی هم اشاره کرد، یه ایده تفکر سوسیالیستی داشتن و میخوان رژیم چنج کنن، یعنی تغییر رژیم رو، یعنی الگو و مدل حاکمیت رو قبول ندارن و مدل جایگزین رو. مثلا در تظاهرات دیروز ما دیدیم، مثلا ایده گفتن ما دشمن تراشی نکنیم. یعنی چی دشمن تراشی نکنیم؟ یعنی مسئله تحریم ها، یعنی اینکه رابطه اون رو با غرب خوب کنیم. پس مدل حاکم بر تفکر آقای خامنه ای که رابطه با غرب رو باش مشکل داره و رابطه با شرق رو توصیه میکنه، یه عده از کارگرا این باش موافق نیستن و اقتصاد لیبرال متمایل هستن یا به اقتصاد سوسیالیستی متمایل هستن و این خودش رو در قانون کار نشون میده. یعنی حقوق، چارچوب حقوقی محصول این تنش های فکری قانون کار کارگران دخالتی نداشتن در نوشتنش، یعنی خودش رو نشون میده. شما باید در نظر بگیرید که یعنی قانون کار اومد، از نماینده های کارگران خواستن که شرکت کنن و در تدوین قانون کار بسا سهمی داشته باشن، بعد اون وقت این نظرشون بوده یا نبوده. خیلی خوب اعتراض که در همین بحث یه نکته از آقای احمدی بپرسن. آقای احمدی، چقدر این مطالبات سیاسیه، گاهی وقتا هم به مسائل فرامرزی تنه میزنه، چقدر مسئله معیشت کارگریه که حقوقش عقب افتاده، بیمه نداره و میخواد آینده شغلیش تضمین بشه؟ ببینید، من با مهمان برنامه‌تون موافقم که بحث سیاسی رو باید جدا کرد از سندیکا. اینو به عنوان کسی میگم که خودم در واقع از یک خانواده صنعتی میام و این دغدغه ها و این مشکلات خانواده های در واقع کارگری رو از نزدیک لاغر بخشش رو دیدم. ما تا زمانی که ورود پیدا نکنیم به یک اقتصاد لیبرالی و تا زمانی که کارفرمایان امنیت فضای کاری و کسب و کار نداشته باشن، تا زمانی که ما رانتخاران و آقازادهایی داشته باشیم که تو بستر در واقع واردات دارن فعالیت میکنن، یا سپاهی که تمام انحصار طلبی اقتصاد رو دستش گرفته، طبیعی است که جامعه مدنی تضعیف میشه و سندیکاهایی که باید از دل جامعه بیان برای اینکه کیفیت زندگی کارگری رو ارتقا بدن، چون مهمترین وظیفه یک سندیکاست، کما که در جاهای دیگه دنیا داره این کارو به راحتی انجام میده. مثلا سه روز اعتصاب میکنن تا یه نرخ کرایه افزایش پیدا کنه. اما اگر این اتفاق در ایران بیفته، برای اینکه یک چتر امنیتی و یک چتر دولتی است، سریعا میره به سمت اینکه این معترضان به کیفیت زندگی خودشون اهداف سیاسی دارن، کمان که میتونه نداشته باشه و فقط نگرانی های معیشتی باشه. اما به خاطر اینکه تمام دولت و تمام حکمرانیشیه در همه جا چترش هست، در واقع نگاهش و نفوذش هست، اجازه نمیده که خیلی خوب اون جامعه مدنی رشد کنه و مطالباتی که اصلا واقعاً میگم سیاسی نیست، این رو بخواد پیگیری کنه. اگر به واقعیت‌های عینی ایران نگاه بکنیم، چطور اصلا میشه این تفکیک رو قائل شد؟ یعنی گفتش که اینها مطالبات صنفیه، مطالبات معیشتیه، حق کارگره، اینها مطالبات سیاسیه و میره در یک حوزه دیگه. به نظر من تا مادامی که حکمرانی شیعی است و فاصله داره با یک حکمرانی خوب که اصولش کاملا بر پایه دموکراسی، همیشه این جنگ و این دعوا و این در واقع حق کشی ها از طرف قدرت حاکمه و قدرت مطلقه وجود داره و این آفتی است که در واقع در این 14 بسیار تشدید شده. بسیار، یعنی شما معتقد به براندازی هستید؟ ببینید، براندازی هم بله فرمی است که در نهایت اگر ساختار رو نشه اصلاح کرد، بعد اون رو تغییر کرد و از نو ساخت، و این چیزی نیستش که آدم ها بخوان ازش واهمه داشته باشن و بترسن که اگر به اون سمت برن در واقع چیزی رو از دست میدن، چون ما حق طبیعیمون اینه که زندگی کنیم و برای یک زندگی خوب حقوقی داریم که وقتی این حقوق
داده نشه باید اون رو به هر شکلی که ممکنه بگیری. در واقع بخشی از حرفای آقای گوهردانی خیلی اشاره مشخصی داشت به همین دیدگاه. پاسخ شما چیه آقای گوهردانی؟ تغییر حکومت برای حل مشکلات کارگری. و این دقیقا شما در تاریخ 200 ساله اخیر نگاه کنید که من روش مطالعه کردم، توسعه 200 ساله، این جنگ بین مدل‌های مختلفی از توسعه اقتصاد بود و همیشه این مدل‌ها اقتباس می‌شدن یا از غرب یا از شرق یا از تاریخ اسلام و هیچ کدوم با واقعیت‌های جامعه ایران که یک حالت التقاطی و ترکیبی از اینها را داره اینها شدنی نیست. ما در مدل‌ها صحبت نمی‌کنیم، در مورد یک نگاهی حرف می‌زنیم که میگن اگر کارگر بخواد به حق خودش برسه باید ساختار شکنی رو به جایی ببره که باید کلیت نظام تغییر کنه. درسته، این یکی از مشکلات، این یکی از بحران‌های جامعه ایرانه که ما فکر می‌کنیم با تغییر ساختارها میتونیم جامعه ایران رو تغییر بدیم. این جامعه ایران رو از یک چاهی به یه چاه دیگه میندازه، یه چاله به یه چاه دیگه. آقای رحمانی شما چی فکر می‌کنید؟ من معتقد نیستم که لزوماً از چاهی به چاله یا از چاله به چاهی میندازه، بستگی این که این شیوه تغییر رو به چه صورت خواهد بود. ولی لازم میبینم برگردم به صحبتی که آقای محمدی کردن. من به نظرم این نگاه تحقیرآمیز به اصطلاح به کارگران هست، یعنی کارگران هم به عنوان یه شهروند حق دارن نگاه سیاسی داشته باشن و در همان حال به عنوان یه طبقه بزرگ اجتماعی، ما داریم از 14 میلیون کارگر و خانوادهشون صحبت میکنیم، این اکثریت بزرگ جامعه ایران، خب اینا حق دارن تشکل مستقل خودشون رو برای منافع خودشون ایجاد بکنن. بعد اون وقت از نظر سیاسی حالا این تشکل به چه صورت عمل میکنه، به کدوم گرایش سیاسی مثلا نظر خواهد داشت، بگذاریم که اونا خودشون تصمیم بگیرن. ولی ما مشکلی که الان داریم خب نمیذارن حتی نطفه های اولیه این تشکل ها به وجود بیان و مجموعه می خودشون داشته باشن، سوخت ساز خودشون داشته باشن. ما به اون مرحله اصلا نرسیدیم. مثلا سندیکای واحد احمدی بپرسن بعد آقا یه جمله بگم تمام کنم، مثلا سندیکای واحد و نمیدونم هفت تپه رو به این دلیل سرکوب نکردن که شما نظر سیاسی دیگه داریم، اصلا اجازه تشکل بهشون نمیدن، میگن شما حق تشکل ندارید. آقای احمدی در حالی که در دنیای مدرن مثلا در همین بریتانیا اصلا یک حزب سیاسی به اسم حزب کارگر وجود داره که اتفاقا گهگودار قدرت هم در دست این حزب هست، چه ایرادی داره که کارگران با نگاه سیاسی، با مطالبات سیاسی، با شعار سیاسی وارد میدان بشن؟ البته من اینو رد نکردم، گفتم که ما در واقع تو نگاه تاریخی گفتم پیش از انقلاب این بسترهای حضور حزب توده بود که در واقع اینو باید یک خطکشی کرد و الا سندیکا کار میکرد. به طبع این یک نقطه عالی است که خود کارگرانی که مطالباتی دارن بتونن این رو از کانال سیاسی، از فرستادن نماینده به پارلمان یا مجلس و از این طرق بتونن اون مطالبه که به حق هم هست بگیرن و این اصلا منافاتی در واقع نداره. من اینو رد نمیکنم. آقای گوهردانی؟ من فکر میکنم این ما با واقعیت های جامعه خودمون کمتر آشنا هستیم. جامعه ایران جامعه‌ایه که حساسیت‌های اسلامی داره و حساسیت‌های ایران‌گرایانه و حساسیت‌های غرب‌گرایانه. ما اگه مدلی که ارائه میدیم در اقتصاد، سیاست، فرهنگ یه مدل ترکیبی نباشه که به یه اجماعی برسیم، همواره با مشکل مواجه میشیم. مثلا آقای رحمانی میفرمایند که ما اقتصاد اسلامی نداریم. شما اصلا ما یک رشته خیلی بسیار مهمه در اقتصاد امروز هست به اسم اقتصاد اسلامی که بحث نرخ بهره و اینکه آیا چه جوری با یه سرمایه‌گذار مشارکت کنه در کسی که پسنداز میکنه در سرمایه گذاری مشارکت کنه و از اول یه نرخ بهره ثابت بهش ارائه نشه، یه بحث مهمی در اقتصاد امروز هست. بنابراین مدل اقتصاد اسلامی در مباحث علمی هم در جایگاه و پایگاه خودش رو پیدا کرده. خب یک دعوای گسترده تره. بعضی‌ها میگن ما فلسفه اسلامی نداریم، بعضی میگن فلسفه اسلامی داریم، علوم انسانی اسلامی و غیر اسلامی. نه، شما میفرمایید که واقعیت‌های موجود جامعه رو ممکنه که بعضی‌ها در نظر نگیرند. مثلا دین یک عرصه است اینجا. وقتی که کار در دین گفته میشه که باید دستمزد کارگر رو قبل از اینکه عرقش خشک بشه باید بهش پرداخت کرد، چرا باید حقوق کارمندان گاهی وقتا تا یک سال به تعویق بیفته پرداختش؟ و این مشکل بحث اساسی خود نفس سوال شما یک نوع تقابل درش هست. خب که من احساس میکنم که مسئله دولت، کارگر و کارفرما همه رفتارشون اوغلاییه. یعنی دولت سعی میکنه که ثبات سیاسی ایجاد کنه، بحران تظاهرات تبدیل نشه به مثلا یک انقلاب
یک حرکت سیاسی که کل سیستم رو با آشوب و مسئله مواجه کنه. پس بنابراین حرکت‌های دولت منطقش اینه. کارفرمایان هم با توجه به بحران اقتصادی که باش مواجهن و افق آینده‌شون ناروشنه و نمیتونن مواد اولیه‌شون در دسترس باشه و انواع اقسام مشکلات ممکنه با پرداخت با دریافت‌هاشون جوری نباشه که بتونن حقوق کارگران رو پرداخت کنن. بنابراین هزینه‌های تولیدشون رو سعی می‌کنن کاهش بدن یا به تعویق بندازن تا بتونن شرکتشون رو سرپا نگه دارن که از این بحران عبور کنن. بنابراین به نظر من اینه که رفتار دولت، کارگران و کارفرما همه معقوله، ولی نتیجهش باخت باخته. و اینکه ما نفهمیدیم که نمیتونیم با هم به توافق برسیم. مثلا ایشون آقای رحمانی میگه ما اصلا اسلامی نداریم، در حالی که حکومت 40 سال میگه که ما حکومت اسلامی داریم. در جهان هم بحث است. یا ایشون میگن که اصلا لیبرال ما باید پیاده کنیم در ایران، که به نظر من شده این اصلا لیبرال. و اینکه شما جامعه لیبرال، جامعه‌ای که مثلا درش اقتصاد فسق و فجور هست، یعنی درش سکس هست، قمار هست و درش خرید و فروش مشروبات الکلی هست که هر سوتاش با چارچوب های اسلامی در تعارضه، با ارزش های اخلاقی انسان ایرانی هم در تعارضه. بنابراین اینها با چارچوب اقتصادی لیبرال، مثلا یکی از جنبه های دیگه اقتصادی لیبرال اینه که شما ممکنه مشروعیت مقدسین مذهبی رو زیر سوال ببرید. بنابراین مثلا امام حسین رو زیر سوال بود، امام رضا رو زیر سوال بود. کلش مثلا مشکل پیدا کرد. آقای رحمانی، این مواردی که آقای گوهردانی بهش اشاره کردند، چه میدونم مشروب غیر و زالک، اینها در اقتصاد ایران الان وجود نداره یا به شکل رسمی نیست؟ به شکل رسمی وجود نداره. این چیزی که ایشون میگن به عنوان اقتصاد اسلامی، میگن من گفتم معنی نداره. در تئوری های اقتصادی اصلا اقتصاد اسلامی معنی نداره. ما با اقتصاد سرمایه‌داری در ایران مواجهیم. یعنی شما مقایسه کنید اقتصاد ایران با مثلا اقتصاد ترکیه، مقایسه کنید با مالزی، مقایسه کنید نمیدونم با تایلند. اینا اقتصادی هستن که خیلی شباهت دارن به هم دیگه. یعنی در همه جا خصوصی سازی شده، در همه جا همون چیزی که آقای محمدی گفتن مثلا سیاست‌های لیبرالی رو مثلا پیش بردن، اون استراکچرال اجاستمنت یا تعدیل اقتصادی که آقای رفسنجانی گفت و دارن اعمال میکنن، در واقع 30 سال دارن اعمال میکنن، اون خصوصی سازی‌ها و مسائل دیگه، آزادسازی‌ها، اینا همش برگرفته به صلاح از اون سیاست اقتصادی هستش که به نیولیبرال معروفه. دقیقا. یعنی در سطح جهانی معروفه. اینا هم کپی کردن. یعنی به نوعی به نظرم صندوق جهانی و صندوق جهانی و بانک IMF ترجمه چی میشه؟ صندوق بین المللی پول. اینا در واقع اینا رو پیشنهاد کردن، تقریبا دیکته کرده و اینا همون سیاست رو پیش میبرن. یعنی یه نکته در رابطه با تحریم‌ها بگم، به اشتباه میکنید که فکر میکنید مشکل اصلی، یعنی دلیل اصلی که کارگران با این وضعیت فلاکتبار روبرو هستن به خاطر تحریم هاست فقط. من نمیگم تحریم ها تاثیر نداشته، تحریم ها هر موقعی که شده به اقتصاد ایران تاثیر گذاشته، ولی دورانی که ما تحریم هم نداشتیم اقتصاد ایران رشد 6 درصدی، 4-9 بحران گفتم، رشد 6 درصدی 7 درصدی داشتیم ولی حقوق کارگران پرداخت نمیشده. بسیار خب آقای احمدی، یکی از موضوعات اساسی که هر از گاهی خود کارگران هم بهش اعتراض کردن بحث فساد بوده. شما در مؤسسه کار میکنید که این چیزها زیر نظر شما هست، پروژه فسادبان، این تا چه اندازه نقش بازی کرده در وضعیت امروز کارگر؟ یک مثال خیلی روشنش همین چیزی که آقای رحمانی گفت در هفته پیش اتفاق افتاده، که در واقع چجوری، چون من اقتصاد ایران رو اصلا لیبرالی نمیدونم، با توجه به اینکه دوستان اشاره دارن و اصرار دارن که بگن اقتصاد ایران در حال حاضر لیبرالیست. لیبرالی یک تعریف مشخص داره، اینکه هر کارآفرینی که ایده‌ای داره بتونه در بازار کار بدون رقیب دولتی، بدون یک انحصار طلبی رو تبدیل کنه به یک تولید و در کنار اون سرمایه و ثروت تولید. میمان های برنامه اشاره کردن که تلاش های زیادی شده این مدل اقتصادی رو ممکنه در تئوری پذیرفته باشن، ولی خب در عمل همونطور که شما میگید همه معتقدن که دوچار مشکل هست. کاملا بله، یک فاصله. اما این فساد قطعا همینطوره. من عرض کردم در دوره هایی که خصولتی در واقع اسم درستشه، افرادی اومدن از نهادهای دولتی چیزی رو گرفتن، کارخانه رو خریدن با قیمت های غیر واقعی و بعد در اونجا به جایی که واقعا به فکر تولید باشن، به فکر صنعت تولید یک چیز صنعتی باشن، رفتن به اون سمت که وام بگیرن و همه این وام ها اختلاس شد، فساد شد. نمونه آخرش هم نفتپه بود و اون رقم عجیب در واقع اختلاس هیئت مدیره، برای اینکه اینها ایده تولید ندارن، برای اینکه اینها از
جنس صنعت و جنس این فضای کسب و کار نیست. اینا کسایی هستن که کارمندهای دولتی بودن، روابط دولتی داشتن و نگاهشون هم به اقتصاد متاسفانه یک نگاه کسب و کار نیست، یک نگاهی است که میخوان مثل بقیه در واقع نهادها و مؤسسات چیزی رو با یک اختلاس، یک راه 100 ساله رو یه شبه برای خودشون و نزدیکانشون برن. آقای گوهردانی، همه بحثایی که آقای احمدی فرمودن معلول یه سری پدیده هاست. معلول این پدیده است که شما نمیتونید اقتصاد باز و آزاد داشته باشید در هر نوع نظام سیاسی که در جامعه ایران حاکم باشه. چرا؟ برای اینکه یه عده‌ای با اون نظام سیاسی، مشروعیت اون نظام سیاسی مشکل دارن و میخوان اون نظام براندازی کنن با اون نظام. بنابراین به طور طبیعی اون نظام این عده رو حذف میکنه. بنابراین هر نوع سرمایه‌گذاری با هر جنس و رنگی، فارغ از قبیله و قوم و مذهب، نمیتونه وارد اقتصاد ایران بشه. بنابراین اون نیروی کارآفرینی نمیتونه اقتصاد ایران رو متحول بکنه، نه به خاطر اراده سیاسی عده خاصی که جلوی سرمایه‌گذاری رو میگیرن، به خاطر اینکه سرمایه‌گذاری وقتی اومدن، مثل دانشگاه آزاد شما مثال ببینید، دانشگاه آزاد یه قدرت فرهنگی و اقتصادی بزرگ بود که بعداً متهم شد به اینکه وارد انقلاب مخملی میخواد بشه. یعنی از قدرتش استفاده کرد برای تغییر و تحول اساسی در چارچوب‌های نظام. در نظام شاهنشاهی هم همینجوری بود. یعنی شما اگه قدرت اقتصادی خیلی بزرگ بشه، با قدرت سیاسی میخواد التقاط ایجاد کنه و تغییر بده قدرت سیاست‌های اقتصادی سیاسی رو. و این در جوامع قبل از انقلاب و بعد از انقلاب ما با هر دو تاش. خب این نگاه امنیتی به مقوله کارگرها رو توجیه میکنه؟ من میخوام بگم که ما به صورت درونزا باید نگاه کنیم. نگاه امنیتی محصول تاریخ ماست، محصول اراده حاکمان ما نیست. یعنی شما اگه فردا حاکم بشید در ایران، چون اون کارگرایی که اعتراض و اعتصاب دارن میکنن میخوان کل سیستم رو براندازی بکنن و تغییر ایجاد کنن، چون با چارچوب ها موافق نیستن، شما مجبورید اونها رو کنترل کنید، محدودیت ایجاد کنید. آقای رحمانی همینطوره، یعنی کارگرها خواستن که براندازی بکنن و راهی غیر از سرکوب اونها نداشته. اگر کارگرها بخوانن براندازی بکنن، این حق کارگرهاست که براندازی کنن. به نظر من شما اشاره کردید به حزب کارگر در اینجا. حزب کارگر یکی از دو حزب اصلی الان تقریبا 100 سال به اصطلاح یکی از دو حزب اصلی اینجاست. حزب کارگران و طبقه کارگر در اینجا به وجود آورد. ببخشید. یعنی اتحادیه‌های کارگری و بعضی از سوسیالیست‌ها با همکاری، بعضی از سوسیالیست‌ها اتحادیه کار حزب کارگر بودن. در ایران ما نشدیم که ایران... کارگرها حرف از این زده باشن که میخوان حکومت رو کنار بزنن. درست میفرمایید، ولی میگم اگر حتی همچه تصمیمی گرفتن، این حق کارگران. شما برگردیم به انقلاب ایران، در همه جا انقلاب صورت گرفته، در خیلی از کشورها لاغر. در انقلاب ایران کارگران نقش بزرگی داشته در انقلاب ایران. یعنی بدون اعتصابات کارگری و بدون به خصوص اعتصاب کارگران شرکت نفت، رژیم شاه سرنگون نمیشد. اینا نقش بزرگی داشتن. رژیم جمهوری اسلامی اونجا بهشون حق داد و مدیون در واقع به کارگرای ایران هست، ولی بعدش خودش سرکوب میکنه. خب من میگم این حق کارگرها و خیلی کارگرها رحمانی در حد 20 ثانیه. اگر خواسته های کارگران نادیده گرفته بشه، کما اینکه خیلی ها میگن الان اینطور هست، چه اتفاقی میفته؟ من به نظرم اعتراضات بیشتر خواهد شد. کارگران ایران این فقر و فلاکتی که به سببشون داره تحمیل میشه قادر نیستن دیگه تحمل بکنن و ما مواجه هستیم با، به نظر من، با گسترش اعتراضهای کارگری و حتی میتونم بگم شاید تلاشایی برای تشکل یابی کارگران. بسیار بسیار ممنونم از ایوب رحمانی، فرهاد گوهردانی و همینطور عبدالرضا احمدی، هر سه آقایون میهمانان عزیز برنامه. ممنون که با این صفحه دو همراه بودید. این برنامه برای یک هفته روی وبسایت بی بی سی در دسترس bbcpersian.com/صفحه2. این برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب ما هم مجددا ببینید. لینک برنامه در توییتر ما منتشر خواهد شد. شناسه توییتر ما @bbcpage2. اگر علاقمند هستید پادکست برنامه رو بشنوید، میتونید روی اپلیکیشن پادکستتون با جستجوی کلمه صفحه در کنار عدد 2 مشترک پادکست بشید. این برنامه در صفحه فیسبوک ما هم در دسترس، facebook.com/bbcpage2. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه خواهد بود. روز و شبتون خوش. خیلی ممنونم.